همه چی از همین نگاه و همین سایه ها آغاز شد، نگاهی که وقتی به یک اثر هنری تبدیل میشه میتونه هستی خودش رو تو چشم ها بریزه و تکثیرشون کنه. دنبال همین نگاهه که رفته بودم پاریس پیش زهره اسکندری تا کار مشترکی از یک فیلم نقاشی رو در همراهی با او تجربه کنم. شنه چی هست؟ یادم میاد توی یکی از شعرهام گفته بودم باز کسی مرا بر دوش میگیرد و از پس چشمان عاشقش آفرینش دوباره جهان را به تماشا می نشاند. بریزم دیگه تو میگذاره خشکه به نظرم چون کار داره. یه آب روغن بد بشیدی. آب روغن با هم قدیم یا نه دودی به اینجا آب روغن میدادم؟ نه نه تو اون شرایطو ندارم. فقط هنر نزد ایرانی هست و بس. این الان البته بین چین و ایران و فرانسه گیر کرده این خورش. ما میتونیم سه تا ملیت رو این تو ببینیم کاملا. کارمنده اداره برخورد میکنه رئیس جمهور توپیرمون چیزی من یخ کردم واقعا این چه زجریه آخه دورمان. دفعه قبل که برای دیدن زهره اومده بودم پاریس سالها پیش بود. تازه تصمیم گرفته بودم فیلمسازی یاد بگیرم و فیلم کوتاهی که از زهره گرفتم نمونه کاری شد که برای پذیرش به کالج فرستادم. زهره از اولین کسایی بود که منو به این کار تشویق کرد. زهره و پاریس این روزها البته با پاریس و زهره اون روزها خیلی تفاوت داشت. میشد حس کرد که زمان اثرش رو همه چی گذاشته. اما به نظرم نمی رسید که این تغییرها برای پروژه نقاشی فیلمی که در دست داشتم چیز بدی باشه. قبل از اینکه برای دیدن دختر دوممون سپیده به بروکسل و بعد پاریس برم، تو تورنتو درگیر پروژه‌ای شده بودم که نوعی نقاشی فیلم یا پرده‌خوانی بر روی تابلوی نقاشی. سن یادت صحبتی رو که داشتیم راجع به نقاشی فیلم، حالا بحثمون سر این بودش که فیلم رو در واقع بیایم به عنوان یه عنصر نورپردازی و قصه گویی، یه نوع در واقع پرده خوانی با فیلم روی تابلو نقاشی. همین نکته که شما میگی، این نوری که اینجوری میافته رو من یه شعر سهراب سپهری فکر میکنم دهلیز نوره یا گل کاشی. هنگام کودکی در انحنای سقف ایوان ها، درون شیشه های رنگی پنجره ها، میان لک های دیوار ها، هر جا که چشمانم بی خودانه در پی چیزی ناشناس بود، شبیه این گل کاشی را دیدم. طرحم رو با زهره در میون گذاشتم و کارهایی را که کرده بودم و ناموفق به نظر می رسید براش توضیح دادم. گفت ایده خوبیه، بیا با هم کار میکنیم. باش. تو
داشتم برای دیدن سپیده و گذراندن تعطیلات با بچه ها و کار تکمیلی روی پروژه‌ای در پراگ به اروپا می رفتم و این بهترین فرصت بود. در چند روزی که تو بلژیک با سپیده و اولویه می گشتیم صحبت‌های بیشتری با زهره داشتم و برنامه کار رو با هم ریختیم. قرار شد من چند روزی در ابتدا و چند روزی هم در انتهای سفرم به پاریس برم و تو دو مرحله تصویربرداری هامو انجام بدم و برای تدوین نهایی به تورنتو بیارم. یک روز که با سپیده اینا برای پیاده روی و گفتگوهای همیشه بیرون رفته بودیم، سپیده ازم درباره این پروژه پرسید و خب من هم طرح کارم رو براش توضیح دادم. سپیده که از بچگی خاله زهره و خب باید بگم بابا احمدش رو خوب میشناخت، گفت بابا مطمئنی بشن چه کاری کرد؟ من گفتم نه بابا نمیدونم، ولی میدونم که تو عالم هنر باید از ناشناخته ها شروع کرد و با سیر تو خود متن زندگیه که ما به یک دانسته نادانسته تازه میرسیم. تو طرح خامی که من برای خودم ریخته بودم انتظار داشتم زهره کار مناسبی برای پروژه مشترکمون دست بگیره و من تو چند روزی که در پاریس بودم از فرایند خلق اون اثر فیلم بگیرم. فیلم نقاشی من چند لایه مختلف داشت که باید با هم ترکیب میشود. نقاش چی دیده؟ تو ذهنش چی شکل گرفته؟ چطوری آفریده و دیدن اون اثر منو چطوری دنبال ماجراهاش میکشه. قرار بود این تصویرها به صورت سکانس های یک فیلم و در ترکیبی از کادرهای مختلف روی بوم نقاشی بنشینه و قصه کوتاه خلق یک اثر هنری رو در فرم نقاشی فیلم و در فضا و بوم یک تابلوی رنگ و روغن به نمایش بگذاره. تصور اولیه من کار با تابلوی به مراتب ساده تر بود. برام سخت بود که تابلوی با این حجم و این سطح از پیچیدگی رو تو ذهنم مجسم کنم و روایت ها رو در قالب تصاویر و به شکل نورپردازی های ویدیویی برای اون آماده کنم. فکرشو بکن، حالا اومده بودم وسط یک زندگی و یک تابلوی نقاشی که با پیش فرض های ذهن من خیلی فرق داشت. با پروژکتور زهره یه تست هایی هم کردیم تا نقاشی فیلم یا فیلم به زبان و جنس نقاشی مورد نظرمو به زهره نشون بدم و تفاوتشو با ویدیو روی صفحه مانیتور یا تلویزیون و حتی پرده سینما براش توضیح بدم. اون پروژکتورهای قول پیکر اونا ندارم. دارن؟ اگه اون بر محدودیتی نداشته باشیم که خیلی کارمون راحت تره. این روز اولیه که وارد پاریس شدم و زهره اومده بود دنبالم. همونطور که گفتم پاریس این بار با دفعه قبل که من اومده بودم خیلی فرق داشت. البته پاریس که پاریس بود، حتما ما خیلی فرق کردیم. Oh,
حالا که بر میگردم و نگاه میکنم میبینم زهره نگاه دیگه‌ای به کار داشت و غرق دنیایی بود که داشت اونو روی بوم بزرگش میآفرید. چند باری هم از تجربه های کاری و نگاهش به دنیا برام صحبت کرد که اون موقع بهش توجه زیادی نکردم. آخه گوش دادن چه کار ساده ای نیست. من انگار منتظر بودم حرفاش تموم شه و روایت خودم رو دنبال کنم. اضافه کنن، یه خطی بکشن، نقشی ببرن، یه اثری از خودشون بذارن، خودشون رو مثل مداد رنگی یا رنگ فرض کنن که میتونن به این بوم، به این بوم مشترک یه چیزی رو اضافه کنن از خودشون، یه جمله، یه خط، یه اکسپرسیون. و هرکی میمد خیلی برشم جالب بود. مداد رنگی ها خیلی همه چی هم اونجا گذاشته بودم، رنگ، قلمو و تو هر چیزی هم بود، همه وسایل هم بود. هرکی میمد یه چیزی مینوشیم، می‌نوشت، می‌رفت، یک نقاشی می‌کرده، همه اکثر هم تو از ماهی، چون من اون ماهیه تو دیوار پخش می‌شد، تأثیر اون ماهیه تو ویدئوی من رو زیاد می‌گرد. بعد این شروع کردم تیله هام و ماهی هام و گربه و این روزمرگی و نبودن ارسلان و جنگ که از طریق این تلویزیون می‌بینم، مونتاژی که خودم از طریق این مونیتور چیز میکنم، کامپیوترم میکنم، اینا با هم ترکیب شد. در واقع آتلیه من شد محلی از انواع و اقسام مونیتورایی که به نوعی جنگ بیرون رو به من نشون میدادن که اصلا من نمیدونستم حتی اونا واقعی هن یا ویرچوئل هن. من به این تو این سوال با این سوال که آیا اصلا چیزی که برای ما ساخته شده واقعیه و ویرچوئله، اصلا میدونی این ویرچوئلیته دنیا و این دور گشتن، یعنی در واقع خودم شدم مثل یک ماهی که توی تنگ ماهیه داره دور خودش میچرخه توی روزمرگی و تو تخیلش یک اوسیان، یک دریا، یک اقیانوس بزرگ تو رویاش بود. آره نقالی هم بد نیست، یه نقال حرفه‌ای میخواد قصه ای رو شده. نمیتونم مثل خودم بگه، من خودم میدونم اونجا چه خبره، اون نقال بیاد چی بگه، میگه این چی بود؟ بعد سش چی میکنه آدم یه متن برش مینویسه؟ خودت، تو بهترین نقال دنیایی. من نه. چند باری هم با هم بلند شدیم و رفتیم شهر و این پاریسی بود که برای او و من البته خاطرات متفاوتی داشت که گوشه های کوتاهیش تو هم جره خورده بود. نمیدونم خاطرات من بود که ناخودآگاه ما رو به اونجا میکشید، خاطرات گسترده تر زهره و یا ناخودآگاه مشترک شهر که البته اونقدر ماجرا در خود داشت که هر کسی بتونه سهمی از اونو برای همیشه به خاطر بسپاره. یادم میاد دفعه قبل هم که اومده بودم پاریس انگار از همین مسیرها گذشتیم. برگرد. تنها تصویری که از اون سفر گرفتم همین فیلمه. دوربین تو دستای من هنوز ناشنا بود و غریبی میکرد. ما زهره رو 4-5 سالی بود که گم کرده بودیم. یک بار یه آشنای مشترک ایمیل منو گرفت و بهش داد. بعد از اولین صحبت‌های تلفنی با من و هما اومد و یک هفته‌ای پیش ما تهران موند و نمایشگاه نقاشی که داشت برگزار کرد و رفت. به
به بهانه این نمایشگاه یک قطعه نوشته بودم که هنوز هم برخی از جملاتش توی ذهنم هست. این نقش هایی که با جادوی نگاه، این نگاه های در وجود نشسته با ما چه خواهند کرد؟ اصلا بوی اینجا یادم میاد، همه چی شیجوری میکنه. در 4-5 سالی که او رو ندیده بودیم، او ازدواج دومش رو کرده بود و توی پاریس زندگی میکرد. اومدم اینجا با ارسلان کوچولو بود، اینجا زندگی میکردیم با امی، طبقه اول دوم بعد سوم. یعنی فقط همین کارم بود، برم بالا نقاشی کنم بیام پایین. حتی گاهی وقتا داغداغ کارا رو میآوردم، یه آلمانی ازم همونجا کارو خرید. بانکم بود، بانک منو بعدم بیرونم کرد، ممنوع چک و ممنوع همه چی هم کرد، خودش بسته شده الحمدلله. چند روزی اونجا بودم، تصویرهامو گرفتم و یادداشتهامو برداشتم و باید برمیگشتم. کلی ایده تو ذهنم شکل گرفته بود که در ادامه سفر باید براشون تصویر میگرفتم. صدا کن شد حواس بید در اومد خوشید وقتون رسید که برون سفر را. این یه مامان، این یه من، این یه مامان، این یه من، این یه مامان، این یه اونجا اونجا اونجا. به بروکسل برگشتم و بعد از چند روزی سفرهامون شروع شد. برداشتهایی که از تابلوی نقاشی در ذهن داشتم منو هدایت میکرد چه تصاویری رو انتخاب کنم و بگیرم. گاهی میدونستم چرا و گاهی یه حس ناشناخته‌ای میگفت بگیر بعدن میفهمی چرا. زهره روایت خودش رو از این بوم نقاشی داشت، اما این کار در چشم من یک سرنوشت تلخ رو در بر داشت، سفری بی پایان و یک نگاه. باید کاری می کردم که این نگاه به دوربینم بخشیده بشه. در تمام طول سفر که با سحر، سپیده، اولویه و لیلی برای تعطیلات به شمال ایتالیا می رفتیم، من تمام مدت عکس و فیلم می گرفتم و یا چشمم به عکس هایی بود که اولویه می گرفت. Just like that in the car all the time.
باید دوباره میرفتم پاریس و تصویر میگرفتم. قرار بود زهره آرشیوی از کارهاشو برام آماده کنه و به هم بده. به همین خاطر در جنوب فرانسه از بچه ها جدا شدم و به طرف پاریسی راه افتادم که روایت دیگه ای داشت. زهره متاسفانه به تلفن ها و اسمس ها درست جواب نمیداد. هنوز هم گاهی که تو دنیای خودشه از ارتباط ها فاصله میگیره. به پاریس که رسیدم نمیدونم چرا حس خوبی نداشتم. یه چیزی تا ذهنم میگفت رویای این کار مشترک پر زده و به هوا رفته. با کنجکاوی سراغ پرده نقاشی رفتم تا شکل تکمیل شده اون رو ببینم. چشمم که به تابلو افتاد با حجم عظیمی تغییرات روبرو شدم که برام اصلا باور کردنی نبود. اولین چیزی که متوجه شدم ناپدید شدن شخصیت محوری تابلو بود که ذهن و روح منو فرا گرفته بود و منو به خاطرات عجیبی پیوند میداد. یادم میاد زهره تفسیری از این نقاشی داشت که من محور کارم قرار داده بودم. به هر حال خلاصه داستان خیلی ساده و سمپله. اینه که این زن که زهره، حالا هرکی، زهره نوعی، من اسیری، من مثلا از تاریخ میام، از اون کشوری که این هم خاطره داره، اون حافظه جمعی ما، اون زن رو ساخته، اون مادر من رو ساخته، من رو ساخته، همه اینا. این زن داره تو این کار که بیدار شده تو تاریخ و داره حرف میزنه. اینکه یه بچه تو شکم تنگار میخواد به دنیا بیاری، همینجور توی این فصله و تو تاریخ را میری و یه جایی میخوایی بچه رو بذاری، هیچ جایی مناسبی پیدا نمیکنه تو کل تاریخ بشر که این بچه زمان خردش باشه که به دنیا بیاد. بنابراین هوا یا اون ایزیس یا هرکی، مادر من یا در تاریخ یا زمین، نمیدونه اون بچه خرد رو چیه مرحله ای بذاره که اون بچه مناسبش باشه. زن یک ماهی هم هست که دنبال اقیانوسش میگرده، از ارکه کوچیکش میخواد بیاد بره به اقیانوس برسه. بسته بودن، زندانی بودن همینجور ادامه پیدا میکنه و این نیمه گم شده ای که نیمه تاریکه که تو پورتراه هست همینجور دنبالش. دکتر ستاری یه چیز نوشته بود که این زن معلوم نیست، تو کتابی به نام هنر قدسی چاپ کرد نوشته بود که این زن معلوم نیست که آیا گمشده ای داره در دنبال فرزند گمشدهش میگرده یا دنبال همسر مردهش میگرده یا دنبال نیمی از تاریخ خودش یا چیز گمشده ای میگرده. و خب من حالا دنبال چیزی میگشتم که دیگه نیست. راستش باز هم سعی کردم تصویرهایی بگیرم و یک راهی برای ادامه کار پیدا کنم، ولی فایده نداشت. یه چیزی تو ذهنم دائما میگفت تمام. زهره نقاشی رو به شیوهی تغییر داده و به پیش برده بود که امکان پیگیری پروژه مشترک رو از من میگرفت. بحث‌های ما هم نشون از اون داشت که انگار اصلاً برداشت‌های کاملاً متفاوتی از ابعاد کار داشتیم. خلاصه بعد از یه مقدار کشمکش تصمیم گرفتم کار را متوقف کنم و به بروکسل برگردم. زهره مخالف بود و فکر می‌کرد من باید به فیلم برداری ادامه بدم. ولی با دیدن حال و روحیه من پذیرفت که بهتره یه ماشین برای من بگیره و منو هم تا محل سوار شدن به اون ماشین بدرقه کنه. موسیقی
وقتی تلفن زدم که دارم میام، سپیده گفت بابا کارت چه زود تموم شد. گفتم همچین تموم تموم هم نیست، اما دیگه باید میومدم. هنوز سخت بیتاب بودم. تو اتاقم رفتم و ساعتها از پشت پنجره به شهر خیره شدم. دچار یک حس نابجایی غریبی شده بودم. به خودم گفتم اصلا تو اینجا چه کار میکنی؟ آخه تو که به اینجا تعلق نداری. فرداش هما به کمکم اومد. وقتی باهاش تماس گرفتم و ماجراها رو گفتم، مثل همیشه آرومم کرد و گفت دو تا چیز یادت نره، زهره واقعا هنرمنده و زندگی خیلی سختی داشته. چون بعد با این فیلم تلاش کنی که راهی پیدا کنی، فیلم تو پیش بده. پاشدم و با لیلی زدیم بیرون. پیاده روی های روزانه بهترین وقت بود که خودم رو دوباره پیدا کنم. راهم به پارکی ختم شد که چندین بار آمده بودم. تو صحبت های زهره درختی وجود داشت که باید یه جورایی توی تابلوش می اومد. روی اون درخت پر از نوشته بود. زهره قبلا اتودهایی از اون رو کار کرده بود که تو اتاقش وجود داشت. درخت‌هایی رو دیدم که منو به یاد صحبت‌های زهره انداخت. درخت‌های عجیبی بودن. چند روز تو نورهای مختلف به این پارک جنگلی اومدم و تصویر گرفتم. یک روز هم ماهی قرمزی رو به این تصویر اضافه کردم تا وارد پرده خونی هم بشه. عکساشو برای زهره فرستاده بودم. از خودم پرسیدم آیا این درخت ها نیستن که رفتن توی تابلو زهره؟ من عقب چی میگردم که اینها رو ندیدم؟ چرا چیزایی که دیگه نیست برام از چیزایی که امروز هست مهمتر شده؟ این شخصیت محوری تابلوش اصلا دیوانوار منو درگیر خودش کرده بود. حالا که نگاه میکنم میبینم خب اون مگه آبستن مرگ نبود؟ چرا من متوجه نبودم که این مرگ و زندگی شامل سرنوشت تابلو هم میتونه بشه؟ این شخصیت های تابلو هم یعنی میتونن بمیرن تا دوباره آفریدشن. اصلا تغییر که هم موقع شروع شده بود. نگاه کن داره آماده میشه بچه هاشو شیر بده. با زهره تماس گرفتم. آرشیوی از کاراش به من داده بود که با خودم برده بودم بروکسل و یه دنیا حرف داشتم که راجع به اونها باهاش بزنم. کلی به هم صحبت کردیم، از این ور از اون ور. بعد صحبتامون به تابلو کشید که باز هم صحبتهای تازهی درباره اون داشت. نردونتر هستی؟ همین چیزی که
نقاشی هم فیلم هم مولتی‌مدیاست، مجموعه ای از یک گفتگوه با جهان با هنرمندان دیگه، که یه بخشیش هم تو اومدی. من اونجایی که تو اومدی با دوربینت به این نگاه نزدیک شدی، نمیدونم چرا فکر میکردم تو میدونی که ما توی دیالوگ هستیم، سفره پهنی که توی دیالوگ تقسیم میشه و این تقسیم برای من خیلی مهمه. من اونو با هر کسی تقسیم نمی کنم، یعنی برام خیلی مهمه آدمی که نزدیک میشه بهش، چون مقدسه برای من. وقتی که میخوام تقسیمش کنم اینقدر برام بزرگ و مقدسه که دوست دارم آدمی که بهش دارم اینو تقسیم میکنم بدونه. اگه ندونه خیلی میشکنم، شکستم. من سعی کردم که بهش توضیح بدم که چرا کارو متوقف کردم و چرا قابل ادامه برام نبوده و اینکه چگونه صحبت‌ها و توافقایی که با هم داشتیم همه رو نقض کرده. از صحبت‌هاش به نظر می‌رسید که تقریباً هیچ چیش رو به یاد نداره. راستش به نظرم رسید ادامه بحث بیهوده است و باید بگذارم مقداری زمان بگذره تا بعد ببینم چه کار میشه کرد. بساطم رو جمع کردم و برگشتم تورنتو. پروژه های دیگه ای داشتم که باید کار میکردم و خیال داشتم فعلا تا مدت ها کار نقاشی فیلم رو که با زهره هم به شکست کشیده بود کنار بگذارم و تو فایل پروژه های همیشه ناتمومم بایگانیش کنم. یه روز که داشتم فایل های فیلم های سفر رو توی هارد درایو ها مرتب می کردم، دیدم خود ماجرای این سفر و اتفاقاتی که افتاده شکل یک فیلم مستند رو داره. یادم افتاد قبلا هم صحبت کرده بودیم که اگه بشه مستند کوتاهی از پشت پرده کارمون تهیه کنم تا در نمایشگاهی که قرار بود کار در اون به نمایش گذاشته بشه توضیحش کنیم. توی آرشیوی که زهره به من داده بود عکس‌هایی رو پیدا کردم که نشون میداد این تابلو تاریخچه طولانی تری داشته که زهره به من نگفته. چیزی که به چشم میخورد این بود که این گل شیفته فرحانی بوده که حالا اومده و مادونا شده. جملاتی رو ضبط کردم و از ویدیوها که به منظور دیگه‌ای گرفته شده بود و روال و کیفیت فیلم مستند رو هم اصلا نداشت سکانس‌هایی رو چیدم، دیدم جواب میده، میتونه فیلم قشنگی بشه. بخشی از فیلم رو همینطور به صورت خیلی ابتدایی چیدم و برای زهره فرستادم. خیلی دلم میخواست ببینم واکنشش چیه. برداشت زهره از فیلم خیلی جالب بود. زهره ضمن توضیح شرایط ذهنش موقع کار میگفت من برای همه حرفایی که توی فیلم زدی حرف دارم برای گفتن. زور هست تو با یه چیزایی یا کسایی حرف میزنی و گاهی فکر میکنی اصلا دیوونه شدی. ممکنه مثلا اگه کسی اینا رو بشنوه بگه این دیوونه است رسما، ولی تو اون لحظات دیوانگی شریک بودی و اینکه تو خلوتترینش اومدی و یه چشم ناظر بودی. ولی اون تو اون مراحل فکر میکنم، تو اون مراحل زندگی میکنم، گریه میکنم، میخندم، عشق میبرزم، اینا همه تو اون کار اتفاق میفته و تو اونا رو گرفتی، اون لحظه ها رو گرفتی. و برای من خیلی جالبه چون هیچ وقت نیومده یه چشم بیرونی منو اونجوری نگاه کنه و اینو من میخوام اپریشیت بکنم تو جوابیه که میخوام بهت بدم و میخوام پابلیکش کنم، چون انقدر قدرشونو میدونم که دلم میخواد جواب مصور خیلی قشنگی بهت بدم.
تو در روندی شرکت کردی که همواره با من هست، یعنی این کنستراکشن و دستراکشن با همه همیشه. تو فقط تو یه جا توش شریک بودی. دو تا داستان داره، یکی اون پروژه توه که روی تابلوه که در اون حالت با آدمی مثل من نمیشه، چون که من تو کار وقتی میرم تو خود کار انقدر با کار زندگی میکنم که دیگه به هیچ قانونی بند نمیشم اصلا، چون من هنرپیشه فیلم خودم هم نمیتونم بشم، چون اونجا من میسازم خراب میکنم مثل زندگیمه. توی صحبتهایی که داشتیم زهره توضیح مفصلی داد که در تمام این مدت به دنبال یافتن راهی برای ساخت فیلم نتخش بوده. این که این باشه یه بخشی از نتخه، یعنی یه اپیزود از نتخه، این صحنه‌شه در واقع، این صحنه اون در واقع صحنه یه دونه چیزم رو ساختم، اپیزودم. یعنی میگم من یه چیزی رو میسازم بعد خراب میکنم. تو زندگی من هم اینطوره، همه چی وقتی خوب ساخته شده خودم هم اونا رو خراب میکنم، انگار میخوام سفید کنم دوباره کار کنم. سمبولش اینجوریه، یعنی آدم هم اینطوره، یه میسازیم دوباره همه رو خراب میکنیم دوباره از نو میسازیم. چرا؟ از زهره خواسته بودم عکس های تازه ای از کارش بگیره و بفرسته. این تصاویر رو با موبایل گرفت و فرستاد، اما گفت هنوز کار تموم نیست. تا نظرهای های تکمیلی رو بکنم و نظراتش رو در مورد فیلم بگیرم، خب زمان بیشتری گذشت. این عکساییه که زهره از مراحل پایانی کارش برام فرستاده. خود عکس‌ها نشون میدن که داره روی چیدمان‌های مختلفی از ارائه اثرش کار میکنه و این یعنی کار هنوز ادامه داره. دیگه باید کار فیلم رو در جایی ببندم. یه شعر قدیمی هم اومده توی ذهنم و انگار میخواد توی پایان بندی کارم بنشینه. قراری که ناخواست از دست میدهی، عزیزی که یادش اوقاتت را تلخ میکند و انتظاری که به چیزی نمی انجامد، بادی که به رویت نمی آورد، بارانی که خیست نمی کند و بهانه های پیش پا افتاده‌ای که بی اعتنا تنهایت می گذارند، و تو، تویی که می نشینی و باز در فکرانی تا از نامرادی هایت هم که شده شعری به سرایی. Oh.
درون شیشه های رنگی پنجره ها، میان لک های دیوار ها، هر جا که چشمانم بی خدانه در پی چیزی ناشناس بود، شبیه این گل کاشی را دیدم و هر بار رفتم به چینم، رویایم پرپر شد. Yeah.